سلام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما علاقمندان به دنیای برنامه نویسی من وحید رحمانی فرد هستم برموز با یک ویدیو جدید از طریق کانال آموزشی وی آف میهمان شما خواهم بود امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجه شما قرار بگیره در ادامه بررسی نحوه کاستومایز کردن فیلدهای های ورودیمون جلسات قبل سر بحث اینپوت فیلد تایپ تکس و پسورد رفتیم چک باکس رو هم بررسی کردیم و در این جلسه میخوایم یک بار دیگه بیم سر چک باکس و یک طراحی جدیدتری خدمت رو ارائه کنیم تو این که می‌بینید شبیه به همون سویچ که قبلا بررسی کردیم یک کامپوننت داریم که دو حالت داره حالت حالا غیر انتخاب شده یا دی سلکتد و حالت سلکت شده که تو حالت سلکت شده ما علامت آیکون لامپی که اینجا هست رو روشن کردیم که از طریق حالا دراپ شادو انجام میشه و یه ترانزیشن کوچولو هم اینجا خواهیم داشتش و خب اومدیم اون چک باکس رو, رو کاستماایز کردیم البته برخلاف ویدیو قبلی دیگه اینجا خبری از سود ها نیست در حقیقت از اسپن ها این کارو انجام دادیم و با این هم معادلش یک دو تا عکس پی داریم دو تا عکس هستن اینها که برای این حالتمون اومدیم از حال عکس خاموش و روشن استفاده کردیم و اینها رو جابجا کردیم با هم دقیقا این دو تا تصویرن اما این دو تا نه رفتی به تصویر نداره و ما کارو کلا از طریق CSS و اچ انجام دادیم که خب ایده های خوبی بهتون میده میتونید به عنوان حالا کامپوننتی توی طراحی صفحاتتون از اون استفاده کنید با توجه که چک باکس ها خیلی پرکاربرد هستن و تقریبا ما در تمامی صفحات یا تمامی سایت ها حداقل چندین صفحه که از چک باکس ها استفاده کنن رو داریم خب میتونید ظاهر کار رو عوض کنید و از اون حالت سنتی کار رو خارج کنید این اصلی کار مجدد از اسخای میکنم از کانال آنلاین توتوریالز گرفته شده که خب یک ویدیو سامت هست و من سعی کردم توضیحات رو روی این ویدیو خدمتتون ارائه کنم که ذهنیتتون رو کاملا روشن بشه که چرا داریم این کار رو انجام میدیم و چطور به این خروجه نهایی برسیم بریم ابتدا یک دمو از خروج کارمون در مورگر ببینیم و بعد ببینیم در ویسکوت و عملیات پیاده سازی این کامپوننت رو با هم بررسی میکنیم پروژه نهایی کار به یک همچین کامپوننت خواهد بود که حالا معادل یک چک باکس هست و یک سویچ که قبلا در یک ویدیو رو بررسی کردیم و یک لامپ هم داریم که متناسب وقتی ایشون ترو میشه این لامپ هم روشن میشه وقتی فالسه که خاموشی مثل چیزی که الان هست برای روشن شدن این حالا کامپوننتی که داریم بدین صورت هست که این لامپش اجرایی روشن میشه حالا میتونیم بعدا روی بک هم بکنیم و اینجا لامپ رو خاموش میکنیم و در قالب یک انیمیشن خیلی کوچولو در حد 500 میلی ثانیه این اتفاقات میفته ایده خیلی خوبی داره حتما پیشنهاد میکنم قسمت عملی و کدنویسی رو دنبال کنید تا کاملا درک کنید چه اتفاقی داره رخ میده بریم به ویس تا کار توسعه رو با هم شروع کنیم اگر از ویسکو کود استفاده میکنید پیشنهاد میکنم اکستنشن لایف سرور یا پریویان وب سرور رو نصب کنید که به شما قابلیت حالا کردن خروجی کارت به صورت آنلاین میده به معنی که تغییرات رو در فایل های حالا ورکینگ کنید خروجی اونجا رفرش خواهد شد و میبینید در مرگرتون. پریویان وب server یه خوبی داره که پنل اینجا به من میده به صورت سایت پنل میتونم خروج اینجا ببینم دیگه ای قرار نیست مرگر باز کنم بالا پد نیستش من از این استفاده میکنم کنم هم نصب کنید که خوب خوبه یکم درک کوتاه رو راحت تر میکنه به علت قالب بندی که داره خب بریم از قسمت HTML شروع کنیم اینجا زیاد کاری نداره اینجا یه دونه بذاریم CSS switch 2. دوم کامپوننت سویچمون هستش و یه فایل CSS هم داریم ایشون هم سریع لینک کنیم یادمون نره بله خب بچه چند تا نکته اینجا داریم ما یه دونه اینپوت چک باکس داریم که خب در حقیقت ایشون این روی هیدنه و ما دیگه اونو نمیبینیمش یک لیبل میگیریم که همون باکس بزرگ خاکستر رنگ هستش همون بکگراند ما حساب میشه بکگراند این کامپوننت البته و یه دونه اسپن کوچولو هم براش در زمین که اون علامت چیز رو توش داشته باشیم علامت آ... 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 آی... آیکون لامپ رو خب جلو من یه لیبل تعریف میکنم و اینجا دیگه فور برمیداریم میداریم میگیم که یه دونه اینپوت بهم بده تایپ چک باکس اینا مهم نیست دیگه نیم و آیدیا اینها رو نمیخوایم با همون تایپ اینپوت کار میکنیم و یه اسپن هم فعلا اینجا باشه تا حالا بعدا بگم توش چی قرار بذاریم ایمیجمون هم که حالا بعدا در بیا میگیم که آقا برای همه اناسور من مارجین نمیخوام پدینگ هم نمیخوام هر جا نیاز شد خودم میدم باکس سایزینگمون هم بشه بوردر باکس یعنی وقتی یه سایز رو میدیم دیگه خود بوردر و پدینگ و اینا همه شامل بشه اونا رو جدا نخواهیم حساب کنیم اینجا می کلیک راست کنیم پریویو آن سایت پنل خروج کار اینجا میبینیم این چک باکس هست که اینجا داریمش خب قرار شدش وسط چین بشن پس میام بادی دیسپلی فلکس رو استفاده میکنیم و بعد میگیم که justify content center و align items هم center که به صورت horizontally و vertically centralize بشن خب حالا چرا vertically نشد چون سایزمون همون, همون کوچولو بالا اندازه این کامپوننتی که گرفتیم یعنی میگیم که کل view heightمون رو بگی به عنوان چیز به عنوان height کلی body که این هم الان اومد وسط چین شد یه background هم بدیم بگیم background number 333 ترید ترید. خب این هست حالا میگم برای لیبله میگم آقا لیبل اینجا میگم آقا لیبلی که داریمت چند کار میخوام بکنیم یه دونه پوزیشن رلاتیو باشه که حالا خودش که نمیخوام تغییرش بدیم ولی اونایی که اناسا که داخلت هستن مثل اون اسپنه قرار جابجا بشه بعد توی حالا کانتینری باشه که چیزش ننستاتیک باشه پوزیشنش ننستاتیک باشه خب میگیم که آقا من یه ویت هست رو میخوام مثلا 150 پیکسل مم. توی سوی های اینجوری هم بچه معمولا ویت دو برابر هایت هستش اینجوریه و یه باگراند هم اینجا بدیم میگیم نمبر 21 21 21 خب این الان داریم میبینیم یا من اینجا بچه ها کلیک کنم هر جا کلیک کنیم دیگه این چکان چک میشه اوکی و یه بوردر ریدیوس هم به این بگیم شما 10 پیکسل باش اوکی فضا اینجوری خب input. این میریم سر وقت لیبل اینپوت این اینپوت صرفا جنبه حالا چیز داره بچا بیزنسی داره یعنی لاجیک منو که ترو یا فالس هستم کنترل میکنه پس میگم آقا من اپیرنس از شما نمیخوام مثلا هایچو برو اوکی رفتش بعد میام اینجا میگیم که آقا یه اسپن هم داشتیم دیگه لیبل اسپن ایشون قرار جابجا بشه پس پوزیشنش رو میگیم ابسولوت باش اصلا در قید و بنده. چیزی نباش هایتیش رو هم میدیم 75 پیکسل در 75 پیکسل, 75 پیکسل. هایت رو هم میدیم 75 پیکسل بکگراندش رو هم بکگراند اصلیمون میدیم که یکمی جا تمایز ایجاد کنه ایشون اومد بچه کلا حالا روی این بخش قرار گرفته یعنی نصف کار رو گرفته برای اینکه ما ببینیمش یعنی اون چیز اصلیمون رو دوباره بتونیم داشته باشیم میگیم border 6 پیکسل ازت میخوام به صورت یک پارچه باش و نمبر 21 21 21 همون رنگو می. خب اینو من اینجا بچه ها دارم دیگه الان یه برده انداختم دوره این که خب تو سایز اصلا حساب میشه بعد یه برده رادیوس 14 پیکسل هم به این میدم 14 پیکسل که هم هاشه اینو گرد کنه هم هاشه روی گرد بالایی که افتاد اونم مشخص اینو گرد کرد و اون گرد بالای هم برای من برگشت و اونو دارم خب یه دونه کرسر پوینتر هم بهشون بدیم در وقت روش رفتیم چیز بشه آه، علامت دست رو ببینیم بله میم اینجا میگیم که اگر لیبل من که پوتی داخلش هستش اگر ایشون چکت شد بعد پرسیدینگ اپریتور رو میذاریم میگیم بعدش قرار بری سراغ اسپنه یه اسم پدر چیکارش کنم و دقیقا کن بچه اینا باید هم لیول باشه یعنی ایشون و که داریم روش تصمیم میگیریم باید با ایشون هم لیول باشه که الان هستن میگم که لفت ایشون بشه 75 پیکسل الان صفر بوده تا پو لفتشو بذاریم بدیم اینجا تاپ صفر و لفت هم صفر نسبت به پرنتش که نان باشه که ایشون میشه خب میگم این روش کلیک 75 پیکسل باید بیاد اینجا خب سری پرید اینجا اوکی رفت تو دو نیمه دوم. میگم ترانزیشن بیا نیم ثانیه اینو بهش زمان نیم ثانیه یا 500 میلی ثانیه زمان بده خب ببینید که در قالب انیمیشن خیلی کوچولو و جالب اینا بچا مثلا یه بار عوضش کنیم بزنیم بگیم نام به اف, اف, اف. که الان دیگه اون برده رو بچا کلا حالا ما با اون رنگ زم... زمینی این که دادیم همتراز با اون شده و هم خود بوردر هم خود شکل اصلیمون اینجا برده اون حالت بردر ریدیوس رو گرفتن اوکی نمد خب یه کار دیگه هم اینجا داریم اسپن ما قرار بود آیکون لمپ توش باشه برای آیکون لمپ من از آیان آیکون استفاده میکنم میتونید به سایتش مراجعه کنید که الان رو ارائه میکنم به چه صورت است یه دونه آیکون رو سرچ میکنید و, و اینجا اضافهش میکنید خب بیایم توی این قسمت این سایت آیان آیکون هست که من باز کردم میتونید اینجا بیا مثلا سرچ کنم میگم من یه بالب بخواد این آیکون به شما میده میگم این اینو بردار استفاده کن تگ استفاده کن توی کد حالا اوتلاین و فیلد و مال آه... زیاد چیز نداری اوتلاین و فیلد داری تفاوتی نمیکنه خب من کپی کردم میام اینجا میام توی اسپن اینو قرارش بده خب اینو قرار دادنش که همین راحتی نیست دیگه این تگ استانداردی نیستش میگم توی یو میگم دو تا اسکریپت هم به انتهای صفحه اضافه کن اوه صفحه من باز شد ببندمش من بتونم این آیکن رو شناسایی کنم و, و بعد نشونش بدم اوکی این هم اضافه کردیم پس یه ای آیکون حالا چیز اینجا میبینی قرار گرفته آیکن لامپ هستش میایم اینجا یه کمی رو باید بزرگش کنیم و بیاریم وسط چینش کنیم برای وسط چین شدن پرنتش رو باید بیاریم فلکس کنیم پرنتش خب همون اسپنه هست میگیم دیسپلی فلکس از بالا بیاریم دیگه من نخوب خوبه. ایشون هم اضافه اومد باک خب این اومد وسط قرار گرفت و بعد کاری که میتونیم بکنیم چیه بیایم اینجا بگیم که تو لیبل یه اسپنی داریم بعد یه دونه آیان آیکان داره یاره میگیم چیکارش کن اول یه دونه سایزش رو بزرگ میکنیم فون سایز رو میگیم تو ام سایزش بزرگ بشه کالرش رو میام یه رنگ خاکستری میخوام بدم RGB استفاده میکنیم میگیم سفید و بیار ولی آلفاشو بده نی بیست و 25 بعد دوباره رو نم بچه قراره بعدا بدرخشه این درخشیدن رو هم بیا با یه ترانزیشن نیم میلی انجام نیم ثانیه یا 500 میلی ثانیه انجام بده خب این درخشیدن به چه صورت هست میام اینجا اینو برمیدارم میگم آقا این اتفاقی که افتاد برو توی اسپن آیا نایکان هم یه کاری میخوام بکنیم میگه چیکار قراره بکنیم ای اول کالر رو بیا ببرش روی حالت اینو برداریم بیاریم مثلا روشنش کن شو بکن یک اوکی از اینجایی ای من کلیک کنم بینید که در قالب نیم ثانیه می اما می خوام کم بدرخشه بچه. برای درخشیدن هم کافیه بیایم هم. از همین رنگ استفاده کنیم با حالا فیلتر فیلتر رو بدیم دراپ شادو میگم یه سایه میخوایم بندازیم می خوام چیکار می بکنیم میگم آقا آفست ندارم اما از همون یعنی مرکزی هست که از همون جایی که هستی در قالب 5 پیکسل یه شادو همین رنگ سفید رو با من بده بعد دوباره بچه ها اگه بزنیم ببینید که یکم حالا درخشان‌تر شد بعد همین رو می‌داریم. یا شعاع بلرینگمون رو میبریم بالاتر دو بار میگیم آقا یه بار 10 پیکسل یه بارم 15 پیکسل خب الان همش حالت درخشانی داره اگه برش داریم آن برمیاد حالت عادی خب اینم پس یه تکنیک برای درخشان کردن که تو جلسات دیگه ما بررسیش کردیم شادو میندازیم آفست ها رو میدیم اون بحث مربوط به بلرینگمون رو استپ استپ میبریم بالا و همون رنگی که ایشون باهاش حالا اون خود نوشته یا هر چیزی که هستش باهاش ست شده همون رو دوباره میدیم که میگه آقا این قشنگ مشعشع بشه اوکی خب این از این همین الان خودش میتونید دونه کامپوننت خوب باشه و استفاده کنید چیز شکیل و جالبه حالا میتونید مثلا اینا رو بیانی کم راوندتر کنید کارهای مختلف میتونید بکنید بسته به نیاز و سلیقه خب بریم سر وقت اون آقای لامپه برای لامپه هم چون بعدا میخوایم پرسیدین کنیم میایم اینجا میگم آقا من یه دونه دیو میخوام با کلاس بالب خب اینجا هم میایم میگیم که آقا ما یه چیزی به نام بالب داریم پوزیشن هم ابسولوت باشه میخوایم یک کم جابجاش کنیم آه، بعد آه، بیتسش رو من اون میام 300 پیکسل میدم حالا سایز تصویر یادم نیست حدودی میدم هایتش رو بر 400 پیکسل درست خب دیگه چه میخوایم؟ بایگراندش رو میام میگیم که URL دو تا تصویر من دارم که داریم بال باندرلاین آف دات پی اوکی خب. بعد میگیم تاپش هم باشه ساد پیکسل لفت صفر و بعد کار دیگه که بعد انجام بدیم میگیم که این رو بچه به صورت جدا میدیم background پوزیشن uh... رو میدیم سنتر background سایز رو کانتین میدیم و background ریپیت رو هم میگیم نو no ریپیت کار بعدی که بعد انجام بدیم لفت آنتیسیپ یعنی بریم درصد میگیم بیا برو جلو برو وسط. 50 درصد خب این هم اسمشو درست کنیم تا بیاد فعلا نشونش بده خب این لامپ منه بچه اوکی حالا ما یه کار دیگه هم بزنیم بکنیم اینجا میگیم که لفت و درصد داریم ولی میخوایم ترانسفورم کنیم بیا کامل وسط قرار بگیم از ایکس منفی 50 درصد یعنی از سایز خودت استفاده با و 50 درصد بیا قبل که دقیقا زیر ایشون قرار بگیریم و بریم کلا این هم کم ببریم بالاتر بیایم اینجا توی لیبل پیدا کنیم بگیم آقا یه پوزیشن من و تاپ هم رو مثلا منفی 150 پیکسل چی شد؟ ویت تاپ بهش بدیم تاپ منفی 100 پیکسل بیشتر کنیم 150 پیکسل اوکی تو صفحه حالا اینجا ما یه کار دیگه هم میخوایم بکنیم اینه که وقتی این کلیک شد اینو تغییر بدیم به علامه... به آل... آل آیکون بال به آن اینو بچه ها تصویر آف... چیزمون هست آم... لامپمون وقتی که آفه حالا همینو بر میدارم من میگم که زمانی که آقا شما چکت شدی بیا روی این چیزا من میخوام کاری کنم پرسیدش کن با این بالبه دات بالب کاری که اول میخوایم بکنیم اصلا کل اینو برداریم بیاریم میگم که ایشونو فقط بکن بالب آن اوکی میزنیم سعی روشن میشه چون میخوایم سعی نباشی ترانزیشن هم اینجا میدیم میگه میشونم توی نیم ثانی انجام بده خب میبینیم که الان هر دو دیگه با هم کار میکنم. روشن میشه و ایشون هم در قالب یه انیمیشن خیلی کوچولو و جذاب روشن میکنه این هم تصویر حالا حالت روشن شدمون است از اون حالت به این حالت ترانزیشن رو حالا انجام میدیم در قالب 500 میلی ثانیه یه ایده خیلی ساده حالا میتونید آیکون مختلف رو اینجا خودتون استفاده کنیم خب اگه روی اینم کلیک کنم بچا این اتفاق میفته پس کن رو لامپ میخوام این اتفاق نیفته کافیه بیان بگیم پوینتر ایونتس آه... نان یا اصلا به حرکت موز توجهی نداشت دیگه هر چی کلیک کنیم اتفاق نمیفته اما اینجا ای کلیک کنیم بله اون اتفاق برای من میفته خب این کلیت کار بود و نحوه اینکه حالا چطوری بیایم اون چک باکس رو تغییر بدیم بیایم با یه لیبل اینو بپوشونیم از طریق اون لی... لیبل کار انجام بدیم توی جلسه دیگه ما اومدیم حالا لیبل رو بیخیال شدیم و خود چک باکس رو عوض کردیم یه دونه حالا فضای دور بهش دادیم و یه دونه اتاق سود یه دایره بهش اضافه کردیم اما اینجا چون میخوایم این آیکون رو داشته باشیم این آیکون تو سود دیگه ما نمیتونیم اضافه کنیم مجبور شدیم که بیام یه دونه لیبل دورش بگیریم چک باکس رو تو قرار بدیم هیدنش کنیم بگیم آقا نمیخوایم باشی تو و اگه اتفاقی افتاد از طریق این اسپن دیگه میخوام کار انجام بشه خب ایده های این جلسه ایده جالبی بود امیدوارم که مورد قرار گرفته باشه خوشحال میشم که در بخش کامنت ها نظراتتون رو با من در می بگذارید یک جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار